سلام، وقت بخیر. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در استودیوی فیلم امروز در خدمتتون هستم. من هم صحبت خانم یکتا ناصر هستم، بازیگر سینما. خانم، خیلی خوشحالم که وقتتون رو به ما دادید. خیلی ممنون. سلام و درود در خدمتتونم. خواهش میکنم. سلام بچه ها، چطوری؟ من خیلی وقت دارم با خودم کلنجار میرم که بگم یا نگم. فقط امیدوارم شما حرفای منو از نوع چی بگم، احساسات دختر دبیرستانی ها ندونید. از همین الانم ازتون خواهش میکنم که بهم نگید دنیا رو سه طلاقه کردین و یا چه میدونم الان در شرایطی نیستید که بتونید راجع به این مسائل فکر کنید، یا اینکه این روزا اصلا نمیتونید نظرتون رو راجع به من یا هر کس دیگه یا حتی دوره سه جلدی یا یه جلدی تاریخ بیحقی بگین. آقای جمشید هاشمپور، جمشید قاسمپور دیوونه شماست، شاید باورتون نشه ما افعی رو 100,000 بار دیدیم، مثلا همونجاست توی سینما با هم دیگه آشنا شدی. ولن از این پس منو تو خطاب کن. ثانیاً منظور من برداشت اخلاقی بود. به نظرت من چه جور زنی هستم؟ نجیب، نانجیب، چی؟ دیگه بعد چی کار کنه که قبول کنی پشیمونه؟ بهش گفتی نمیخوای ریختشو ببینی، انقدر گفتی که رفت، گفتی طلاق میخواد، انقدر پیله کردی که دار سپیده، یه روز به خودت میای میبینی کلن از دستش دادی. یا تو هم پس به من قول بده، قول بده که دیگه از این کارهای شکاکی نکنی. من بعد از این همه وقت برمیگردم ایران، بعد میرم دوش بگیرم، برمیگردم میبینم تو یه بیبی بغل کردی، بعد خب من دیگه شکاکی میشم. بله بله، حق با توه. بذارین خیالتون راحت کنم، قضیه آرش تموم شد رفت، فردا داره عقد میکنه. اون روز که شما نبودین اومد دم در خونه، میخواست بدونه چرا عروسی به هم خورده. اون پسر یه عاشق واقعیه، ازم کمک خواست، منم قول دادم هر کاری از دستم برمیاد براش انجام بدم. لباسه قشنگ قشنگی باشه، چشمات قشنگ. انشالله اینا رو بیرون که نمیخوای بپوشی. نه بابا، اینا رو که فقط برای تو میپوشم، به شرط اینکه تو هم قول بدی، قول بدی به این دختر تر. ابر که آدم نیست، گل که آدم نیست، سنبور که آدم نیست، ولی چیکار کنم؟ اگه اونا نباشن که من خیلی تنها میشم. من بدون مقدمه از فیلم جدیدتون که همین یکی دو روز اخیر اکرانش شروع شده، فیلم حدود 8 صبح شروع میکنم. فیلمی که به هر حال متفاوت هستش نسبت به کارهای اخیرتون و حداقل از تیزرها و متریال تبلیغاتی، چون من فیلمو هنوز ندیدم خودم، به نظر میادش که یه جورایی باز بازگشت به سینمای اجتماعی و اون فضای تلخی که تو بعضی از کارهای گذشته هم وجود داشته در این فیلم هم دیده میشه. از حدود 8 صبح بگید، از آخر شروع کنیم بریم عقب، ببینیم تا کجا میریم. راستش این فیلم خب چون تازه اکران شده، از اونجایی که من خیلی خیلی زیاد باش زحمت کشیدم و انرژی گذاشتم و از اونجایی که اصولا من بلد نیستم توی بازیم تکنیک به عنوان اینکه لحظات حداقل حسی و یا به هر حال هر نوع احساساتی رو بازیش بکنم، طبیعتاً خب توی یک فیلم این چنینی کار برام خیلی سخت میشه. و از اونجایی که حالا تو بعضی از موارد از زندگی خیلی ایدئالیستم و وسواسی به قضیه نگاه میکنم، طبیعتاً خب شاید یه اندازه‌ای فعلاً روش تعصب داشته باشم و به من حق بدید که نتونم بی‌طرفانه قضاوت کنم. اما چیزی که چون هنوز خودم یک بار فیلمو کامل دیدم، خودم خیلی دوست داشتم، فارغ از این تعصباتی که گفتم، به نظرم فیلم آبرومندیه و خب قاعدتاً یک نکاتی توش بوده که تغییر پیدا کرده بر اساس حالا سلایق یا نظرات دوستانی که توی ارشاد هستن یا مجوز تولید فیلم، فیلمنامه، پخش هر چیزی که جدیدن خیلی هم سخت میگیرن. بله، حالا این که میگم ممکنه حتی تا اندازه‌ای بعضی چیزها بدونه که ما بخوایم اتفاقاً، یعنی در نهایت نتیجه بهتری رو رقم زده باشه. متنفرم از زن شوهرو که گوشی هم دیگه رو چک میکنن، شک دارم به هم، به هم اعتماد دارم، گوش کن دارم حرف میزنم.
باباشون اون که نمیشه، هر مردی دو شب دیر اومد خونه بهش تهمت زد. وقتایی هم که تو پیشم نیستی من تنها. وقتایی که من پیشت نیستم تو تنها نیستم. کدوم حروم زاده این اسمس های عاشقانه رو بده؟ یه جوری زوره داشت ما رو بگیری، داره همه همونو بیچاره میکنه، داره همه همونو بدبخت میکنه. شما که به کار کردن من، به رنگ موم، رنگ لباسم، به همه کار من کار داری، چطور برای موضوع به این مهمی نظرمو نپرسیدی؟ از مجازات رابطه با زن شوهردار طرز دیگه چیزی نگفتی؟ حدود هشت صبح، فیلمی از منوچهر هادی. من واقعا خیلی ساله و هرچی از سنم میگذره بیشتر به این نتیجه میرسم که من کار خوب و درست خودم با همه توان و انرژیم انجام بدم، چون انقدر همیشه مثل همه آدم هایی که مردم دیگه که داریم در کنارشون زندگی میکنیم سرخورده شدیم، به این فکر نکنم که حتی فیلمم ممکنه اکران بشه. کما این که مثلا رحمان 1400 با این که فیلم کمدی بود، خب خیلی برای من نقش سختی بود، خیلی با خودم خب متفاوته، ولی بعد از 20 روز از پرده اومد پایین و خب من خیلی ناراحت شدم، خیلی خیلی زیاد. آدم احساس می‌کنه همون زحمت رو به باد رفته، حالا حداقل به عنوان بازیگری که. حتی توی چون زمان اکرانش توی ایام نوروز بود و قرار بود یه اکران خصوصی باشه، من رفتم یه لباسی خریدم که توی اون اکران خصوصی ببینمش، شاید خیلی بچگانه یا کودکانه باشه، یکی از معدود بارهایی بود که یه لباس رو خریدم و فرداش نپوشیدمش. هر وقت اونو نگاه میکنم انقدر ناراحت میشم، برای همین یاد گرفتم، یعنی سعی میکنم که واقعا روزانه و لحظه زندگی بکنم و الان چه تئاتر چه سینما یا هر کار دیگه که انجام میدم سعی میکنم که تا جایی که بشه اگه کاریه که دوست دارم در لحظه باهاش کیف بکنم. حتی ممکنه اون کار خیلی سخت باشه، مثلا یه کوهنوردی که قراره یه قله‌ای رو فتح کنه، طبعا کار سختیه ولی دوست داره، انگیزه داره و میخواد برسه به اونجا. منم همین شکلم، سعی میکنم که حداقل در مورد کارم هر چقدر که نقشی سخت تره، درسته که من بیشتر اذیت میشم، ولی یه چالش بر خودم و کیف میکنم. برای همین این فیلم هشت صبح هم خب قرار بود که بره جشنواره، قرار بود که خیلی نمیگم، به هر حال ما داشتیم کار میکردیم که احتمالاً فکر میکردیم جز فیلمهایی باشه که هیئت انتخابش بکنه برای جشنواره پرماجرای پارسال 1400. بله، و با وجود اینکه آقای حمید فرخ نژاد، من به عنوان بازیگر دارم در موردشون نظر میدم، چون بسیار پارتنر خوبی بودن در کنار من، البته من باشون قبلا هم کار کرده بودم و اون موقع فکر میکنم یکی از سریالاشون توی نمایشخانگی داشت پخش میشد، سریال سقوط، اجازه ندادن که اون فیلم توی جشنواره بره و باز هی گذشت، هی وعده وعده، الان اکران شده، من خوشحالم که بالاخره اکران شد، اما میدونین برام مثل اینه که مثلا من الان کلاس دهمم، جایزه کلاس سوم دبستانم و مثلا الان بیام بهم بدن، خب بازم خوشحال میتونم باشم که حداقل فیلم اکران شد. اما میگم یاد گرفتم که مثل همه با همه سرخوردگی های این دوران کنار بیام و البته سعی میکنم که این سرخوردگی ها تبدیل به عقده نشه. میتونه حسرت بمونه، اما اگه عقده بشه تلافیشو سر دیگران در نیارم. یعنی اون موقعی که دارید یه کار انجام میدید آماده هستید که این کار ممکن اصلا پخش نشه؟ ممکنه، خیلی غم انگیزه. خیلی غم انگیزه، خیلی غم انگیزه، چون هر وقت انتظار چیز دیگه ای رو داشتم، اگه انتظار داشتم هیچ وقت اون انتظار برآورده نشده، حالا نه صرفا در مورد بازیگری، حتما غم انگیزه برای هممون، برای همین همه حالمون خوب نیست. فراز و فرودهای دور از هم دیده میشه، یه تعبیری به کار بردید، گفتید من ایدالیستم، من اینو سیف کردم برای اینکه اینجا ازش استفاده کنم بگم که به عنوان یک انسان ایدالیست و یک بازیگری که دنبال یه نقطه اوجهایی هست در مسیر حرفه‌ای خودش و به این نقطه اوجها هم رسیده، زمانی که شما برای یکی میخواد باهات حرف بزنه سیمرغ بلورین گرفتید، همزمان برگزیده
منتقدان مجله فیلم بودید بلا منازع بدون رقیب و با یه آرای خیلی بالا و تقریبا اجماع همه منتقدین در جشن خانه سینما در سالی که 5 سال فیلمهاش داشت داوری میشد، باز با فاصله شما واسه همون فیلم جایزه گرفتید و تقریبا هر جایی که فیلم نمایش در اومد همه معترف بودن که این یکی از شاهنقش‌ها یا نقاط اوج کار یک بازیگر میتونه باشه. همینطور در زندگی جای دیگری، فیلم های دیگر. بعد فرودها هم خیلی محل مناقشه است. آدم انتظار داره بازیگری که به اون نقطه اوج میرسه، مثلا حالا یه سریالی مثل دل، یه بعضی کارهایی که حالا توی همین عاشقانه نمیدونم، چون من اعتراف میکنم که خیلی من یه سکانس داشتم. آره من اینو دارم به طور کلی و به نمایندگی از مخاطبتون میگم. بله. به عنوان منتقد اعتراف میکنم که بعضی از این سریال ها رو در حد یکی دو قسمت دیدم، ولی احساس میکنم که بازیگری با توانمندی یک تا ناصر قاعدتا باید همون نقاط اوج رو تکرار کنه، فرازهای کارنامش رو چند برابر کنه. چه جوریه این تلورانس عجیب و غریب به نظر خودتون؟ البته این هست یا فکر میکنید فراز و فرودها اینقدر از هم دور نیستن؟ مثلا کارهای تجاری که دارید یا کمدی ها، مثلا هم نیسان آبی نمیدونم. یک بخشیشو من میگم، ولی مطمئنم که شما به عنوان کسی که تو این حوزه هستید و حتی ارتباطاتتون حتما با بازیگر و کارگردان خیلی بیشتر از من، قطعا میدونید، یعنی بهش آگاهید. اما من سعی میکنم از زاویه دید خودم بگم. من ایدئالیست بله خیلی هستم، اما من بازیگرم. طبعا همین فیلمی که شما بهش اشاره کردید، یکی میخواد باهات حرف بزنه، اون سالی که من بازیش کردم 1 سال کار نکردم و خیلی از همکاران و دوستانی که مثلا حتی کارگردان به شدت صاحب نامیان به من گفتن که ما در یک تا ناصر بهش زنگ زدیم، گفته منو با سیمرغ هم کشوندین اینجا. اصلا یک فکر میکنم که بر خیلی از کسانی که حالا به هر حال بردلی جایزه گرفتن پیش آمده باشه، شاید حرف بدی باشه. ما یک کلی جامعه آدمایی هستیم که از موفقیت هم دیگه اصلا خوشحال نه تنها نمیشیم، بلکه به شدت ناراحت میشیم. اما مثلا خب خیلی از کسانی که توی کشور ما زندگی میکنن، جدای از سوادشون، موقعیت اجتماعیشون، به هر حال جایگاهی دارن که میتونن خیلی سلبریتی نه، به هر حال دیده نشن، به هر حال توی اون جایگاه میتونه موفقی باشه، میتونه توی هر قشر دیگه باشه. در مورد اونا که خب کسی نظر نمیده. وقتی که پای ما وسط میاد، ما از در واقع آدم هایی که نمیشناسیم توقع نداریم، اما از همکارامون میتونیم که حداقل به میزان ادعاشون، به میزانی که میگن ما چقدر باسوادیم و چقدر اینو خوندیم و حتما هست، ما میتونیم خیلی باسواد بشیم، میتونیم خیلی کتاب خونده باشیم، اما میتونیم حال خرابی داشته باشی با هم دیگه و این خیلی بده. چون تو مثلا در مواجهه با یه آدمی که میدونی احتمالاً ممکنه بی تربیت باشه، ممکن خیلی باسواد نباشه، ممکن خیلی آگاهی نداشته باشه، خب تکلیفت روشنه، اصلا باش وارد بحث نمیشی و سعی میکنی اون جنبه‌های خوبش رو ببینی اگه مجبور بودی به هر حال توی موقعیت باشون قرار بگیری. ولی در مورد آدمایی که تو یک تصویری ازشون ساختی و فکر میکنی که من آرزوم حتی این آدم مثلا از نزدیک ببینم، واقعا برای من خیلی پیش آمده که دیدم اصلا کاش نمیدیدمش، چون یک چیزی بود که مثلا من میخواستم اینطوری باشم، گفتم وای چقدر من به عنوان یه آدم از این آدم کمتر کتاب خوندم، کمتر دیدم، کمتر توجه کردم، کمتر مهربانی کردم، ولی دیدم نه باهاش مثلا کار کردم، دیدم وای. و همه اینا باز اون سرخوردگیه توش حتما. فرنگی ها میگن با قهرمانت ملاقات نکن، ممکنه سرخورده بشی. حالا آره. این همیشه صدق نمی کنه. بله خب... نه ملاقات، میدونین ملاقات مال وقتیه. ممکنه من امروز به عنوان هر آدمی امروز حالم خوب نباشه، آدم ها رو بابت یک روز و یک لحظه که نمیشه قضاوت کرد،
و من هیچ وقت سعی میکنم که این کارو نکنم. یه روزی که حالش خوب نیست به هر دلیلی، وقتی توی روندی قرار میگیری و بارها و بارها داری کار میکنی، مثلا که میگن یکی میخوای بشناسی باش برو سفر، چون توی موقعیت‌های مختلف اون آدمو داری میبینی، ممکنه سرخوردن بشی دیگه، چون قهرمان‌ها یا اسطوره‌ها یا اون شخصیت‌های بزرگ خارج از اون فضای اسطوره‌ای یا حالا فضایی که ما در ذهنمون در جایگاه اصلی خودشون میشناسیمشون، وقتی تبدیل میشن به آدمای معمولی، یه وقتایی انگار اون حاله زیبایی که ما میدیدیمشون ازشون ریخته میشه و گاهی وقتا تو ذوق آدم میخوره دیگه. آره، و به هر حال میگم من کار نکردم، نه که نخوام کار کنم. سال بعد سیمرغ سال سختیه، این درسته. حتما. اصلا من ماجرای این من این نبود که مثلا بگم حالا من این فیلمو بازی کردم، الان من چه شخصیتی پیدا کردم، چه آدم بزرگی ام و دیگه هر فیلمی کار نمیکنم. اصلا ماجرای این نبود. ماجرا این بود که اصلا چیزهایی که حتی قبل از اون فیلم اگه به من پیشنهاد میشد و من ممکن بود بازی بکنم، اونام دیگه به من پیشنهاد نمیشد. این خیلی تلخه. یعنی من میتونم سرمو بگیرم بالا، مثلا بگم نه من دیگه هر فیلمو قبول نمی کنم و اینا، نه من کارم بازیگریه. این که میگم من آدم ایدئالیستی ام، مثلا من میگم که اوکی یک تا 6 ماه مثلا کار نمی کنی، حالا بخش مالیش هست، بخش روحیش هست، یا هر چیز دیگه، یا یک سال. من اتفاقا توی پرونده کاری نسبت به سالهای فعالیتم، مثلا از سال 75 اگر در نظر بگیریم که شروع کردم و حالا به شکل جدی مثلا اول فیلم سینمایی سال 79 بازی کردم، تعداد فیلم های سینمایی یا تئاتر یا حتی سریال هم اونقدر زیاد نیست نسبت به سالهای فعالیتم، که جز بازیگری هم که خیلی کم کار کردم و اتفاقا تو دورانی خیلی کم کار کردم که به هر دلیلی یه کار خیلی مهم می داشتم. حالا مثلا از اولین شب آرامش توی سریال هم یا تو سینما، مثلا یکی میخواد با حرف بزنه یا هر چیز دیگه. یه بخشیش به دلیل حالا مسائل شخصی بوده که حالا این اتفاق افتاده، یه بخشیش واقعا به این دلیل بوده که وقتی یه کار خوبی انجام میدادم فکر میکردم که قراره با صبر کردن یه اتفاق درستری رقم بخوره، ولی تجربه شخصی خودم به من نشون داد که نه، الزاماً اصلا حداقل در مورد من توی این دوره که من کار کردم صدق نکرده. اما بخش ایدئالیست بودن هم اینه که من اصولا بازیگریم که نقشی رو وقتی نمیفهمم به هر دلیلی بازیش نمیتونم بکنم ابدا. خیلی وقتا اتفاقا فیلمه میدونستم فیلم خوبیه، نقشم شاید نقش خوبی باشه حالا توی هر حوزه، ولی نمیتونستم بازیش بکنم. و یک گاردی که خودم هم تازه کشفش کردم اینه که نقش آدم های خنگ و دوست ندارم بازی کنم. یعنی مثلا دیدیم بعضی بازیگرها مثلا میگن این موقعیت رو ما بازی نمی کنیم، یا مثلا معتاد بازی نمی کنیم، هر چیز دیگه ای. من به مرور متوجه شدم که دوست ندارم. حالا شاید دیدیم میگن که اون چیزی که هستی رو دوست داری بازی کن، نمیدونم در مورد من چیه، ولی واقعا یه بخش مهمترش اینه که احساس میکنم که به اندازه کافی توی جامعه ما زن ستیزی وجود داره. هر کی بد رانندگی میکنه، مثلا اگه خانوم باشه بهش میگن ای بابا کی مثلا به تو گواهی نامه، در صورتی که من بسیار مردهایی دیدم که نمیتونن. یه بخشیش به خاطر واقعا اینه که تو وقتی یک نقش خنگی بازی میکنی خیلی میبینیم، همه میگن آره دیگه زنه، مثلا یه تختش کمه، یه دندش کمه، یا هر چیز ببخشید مزخرف دیگه بله. که ممکنه باشه. یعنی کلیشه های جنسیتی منظورتون اینه که آرکتایپی میسازن که شما نمیخواید به ساخته شدنش آره دامن بزنید؟ آره نه، دقیقا ممکنه که اتفاقا آره من اصلا مشکلی با این ندارم. بله ما زن خنگی داریم، زن بدجنس بله، داریم، یا هر چیزی دیگه. آره اصلا تفکیک جنسیتی نمیخوام بکنم. اما از اونجایی که توی جامعه فعلی ما به شکل عام، حتی خیلی وقتا در ناخودآگاهمون، حتی خیلی وقتا در قشر به شدت باسوادمون این برچسبه، حتی ممکن از دهنمون بپره و این خیلی شاید من باش مشکل دارم. ولی اون نقشایی که بازی کردم همه رو، یعنی من رحمان 1400 براش خیلی زحمت کشیدم، سریال دل که مثلا شما میفرمایید، حالا جدا از این که ایرادای فنیش و اینا رو من کار ندارم، مثلا توی اون سریال یک موقعیتیه، چون شاید حالا کسایی که دل رو دیدن یادشون باشه، من خودکشی میخواستم بکنم
واقعا همه کسایی که سر صحنه بودن به این نتیجه رسیدن تو واقعا قرار نیست بمیری، یا تو واقعا مثلا این قرص رو نخوردی. نمیخوام تایید بکنم، چون به شدت به خودم توی همه این سالها به شدت آسیب بدی رسوندم، شاید به ظاهر مشخص نباشه، ولی این مدل بازیگری واقعا آسیبزاست برای آدم. شیوه متد اکتینگ و یکی شدن با نقش و... آره اصلا میدونین به دلم نمیچسبه. مثلا من تمام تئاترایی که بازی کردم یا تمام سکانس‌های حسی که توی هر فیلمی از اول بازی کردم، هیچ وقت اگه نهار وسطش بوده هیچ وقت نهار نخوردم، چون فکر میکردم اگه نهار بخورم باعث میشه که خون بره سمت معده و من با تمام انرژیم نتونم اون حس رو منتقل بکنم. نمیگم اگه کسی این کارو بکنه متوجهم، این آیین‌های آره، شخصی خودتونه. آره من این جز مناسکم، مثلا حتما بعد اون قهوه ها رو بخورم این شکلی اینا رو انجام بدم، و یعنی فکر میکنم که کاری غلطه. برای همین اون ماجرای که خدمتون گفتم، و مطمئنم شما میدونید فراز و فرودهای ما چه در بازیگری چه در هر حوزه دیگه‌ای، به خصوص کار ما که باید انتخابت بکنن. من خیلی وقتا به خیلی از کسایی که به خصوص دوست دارم بازیگر بشم، یعنی خودم هیچ وقت حسرت گذشته رو نمیخورم، چون این تصمیمی بودی که من یه روزی گرفتم. به عنوان هنر دوست ندارم بازیگر رو انتخاب کنم، چون اگه من نقاش باشم، نویسنده باشم، سازی بزنم یا حتی عکاس باشم، هر چیز دیگه میتونم برای دل خودم وقتایی که توی یک لحظاتی از احساسات بودم با اون هنرم انرژیمو تخلیه بکنم، اما بازیگری یکی از چیزایی که تو اصلا نمیتونی. یعنی وقتایی هست مثلا من میدونم اگه فلان نقش رو بهم پیشنهاد بدن خیلی من ممکنه توی مودش باشم، اما وقتی نیست چیکار میشه کرد؟ مجبوری بله، یه دوری کار نکنی، صبر کنی و وایسی. بله. و اصولا من جز به دسته بازیگرایی هم که اصلا نمیخوام بگم مافیای سینما، ما هممون توی شرایط، یعنی به اون بخشش کار ندارم چون بنز کافی در موردش صحبت شده که اصلا مافیا چیه و چرا باید این اصطلاح بهش نسبت داد و اینا، کار ندارم. ما هممون توی هر جایی که داریم کار میکنیم یا زندگی میکنیم انقدر آسیب دیدیم که ترجیح میدیم یه حاشیه امنی برای خودمون درست کنیم. حاشیه امن میتونه از پشت صحنه باشه یا جلوی دوربین باشه، کما اینکه داریم میبینیم. اونش اشکال نداره. اشکال از جایی شروع میشه که مثلا به من یه نقشی پیشنهاد بشه از طرف یک دوستی یا همکاری و من مناسب اون نقشه نیستم. نه به دلیل اینکه بازیگر بدیم، به دلیل اینکه مثلا با یه بازیگری با این مشخصات احتیاجه، این شرایط سنی، اون شرایط حتی فیزیکال بدنی. مثلا من خیلی دیدم، مثالش نمیخوام خیلی وارد اسم ها و آدم ها اینا بشم، مثل اینکه مثلا من مثلا نابینام، خب ممکنه به درد خیلی از، ولی بیان به من نقش خلبان رو بدن، خب نه نابینا بودن ایراده نه خلبان بودن، ولی از عهده توان من به عنوان بازیگر آره نباید من بازیش بکنم. ولی تو خیلی وقتا، حالا به این من مثال خیلی بی ربطی زدم که واقعا یه جایی اینو ما میبینیم، یعنی مثلا یک کارگردانی با یه بازیگری کار کرده اصلا جوابم گرفته اوکی، ولی اون بازیگر مثلا 70 سالش نیست و فیلمه مثلا فیلم یه حالت اجتماعی داره و اینقدر تماشاگر درگیری میشین چجوری پیرش کردن چجوری فلانه. خب ما بازیگر مثلا 70 ساله یا 60 ساله خیلی خوبم داریم که میتونه گزینه باشه حتی بر بخش تجاریش. یعنی خیلی وقتا مثلا میگن آقا بازیگر مثلا مرد سوپر استار جوون نداریم، فیلمه باید بفروشه. اونو میفهمم، ولی خیلی وقتا به همین بی ربطیه. یعنی اون بازیگر درخشان هستن، بعد به خصوص تو کارهای ما مثلا 10 روز مونده فیلم کلید بخوره، اصلا من حتی فرصت اینو خیلی وقتا مثلا من که دلایل اینکه تو فیلم های مثلا آقای هادی خب خیلی نقشای مثلا یکی میخواد با طرف بزنه زندگی جای دیگری است که مثلا یکی از مشکلات من اونه، فکر میکردم که اگه به من جایزه ندن من این فیلم خودم به عنوان بازیگر میدونم که زندگی جای دیگری است و بهتر از یکی میخواد با طرف بزنه بازی کردم، اما منو کاندیدم نکردن. چرا شما باید بگین نه؟ یعنی خودتون احساستون چی بود؟ چون پشت سر هم بود مثلا فکر کردن شاید زیادی میشه چی؟ نه ببینید، ما خیلی از اتفاقات توی جامعهمون قطعاً و طبعاً سلیقه‌ای میره جلو دیگه. مثلا شما میرید جزء هیئت داوران،
ممکنه به عنوان یه آدم متخصص با فلان آدم اصلا به یه دلیل شخصی یا هر چیز دیگه اصلا خوشتون نیاد، اصلا من که مشکل داشته باشین. کارگردان خیلی تو این قضیه مهمه. من یادم حتی توی مصاحبه، حتما شما میادتونه، مثلا یک زمانی دو تا مجله اتفاقا وزین و خوب با هم رقیب بودن، ولی اگر مثلا من میومدم با شما مصاحبه میکردم، اون دیگه میگه خب دیگه پس ما باهات در این زمینه مصاحبه نمیکنیم، چون یا مثلا باید بار انتخاب کنی یا مثلا فلان جا رو. این توی حرفه ما خیلی زیاده. و وقتی هم که حالا من تا زمانی که همسر منوچهر هادی بودم، یعنی که آخرین فیلممون حدود 8 صبح بود، خیلی مشخص بود دیگه. خب خیلی وقتا کارگران فکر میکردن که خب این تو به فیلم های مثلا شوهرش داره بازی میکنه دیگه، حالا به هر دلیلی خوششون نمیاد یا سلیقه‌شون نبود یا هر چیز دیگه. خیلی پیشنهادهای من مربوط میشد به اینکه مثلا تو همسر فلانی هستی حالا یا نه هر چیز دیگه، که این اتفاقا نه در مورد من، در مورد خیلی از آدمای دیگه هست این قضیه. یعنی ما یک ظاهر فرهیخته‌ای داریم اما در درون یک ماجرای خاله زنکی هممون رو درگیر کرده که حتی یه وقتایی اصلا نمیخوایم واردش بشیم، میبرنمون. یعنی یه جریانه مثل آبیه که تو فقط با قزلالا باشی بتونی خلافش حرکت بکنی، و اگه این کارم بکنی اون وقت تازه ممکنه مجرم هم بشی، بگه ای همه دارن این وری میرن، تو اصلا به چه حقی؟ و منم نمیخوام اسطوره بشم بعد ببخشید مردنم، مثلا بگن این کسی بود که مثلا همه جنگید. آره مثلا فیلم کار کردن این نکرد یا فلان. یعنی واقعا به نظرم الان در حال حاضر فیلم بازی کردم، بعد فیلم بازی نکردم، بعد تو هر فیلمی بودن، بعد تو هر فیلمی بودن میتونه خیلی خوب باشه، اصلا یه اتفاقات عجیب غریبی میفته که تو هیچ استراتژی در مقابل هیچ چیزی نمیتونی برای خودت داشته باشی. مثلا بگی من امسال میخوام کمدیم بفروشه، مثلا یه فیلم مثل رحمان کشته میشه پایین، یا اساسا مثلا من یه عالمه فیلم پرفروش دارم، ولی میدونید که همه فیلمای پرفروش سینمای ما به اسم آقایون زده شده، استارش آقایون هستن. آره نه مثلا میگن آقای فلانی 5 تا فیلم مثلا پرفروش داره، خب تو فیلم ها خانوم هم بوده، ولی اسمی هست مثلا برای این. من نمیگم پوان باید محسوب بشه، حالا اون کسایی که براشون میخوان که به عنوان یه پوینت ازش استفاده بکنن، مثلا من 3-4 تا فیلمی دارم که به زمان خودش رکورد فروش زده، من نمیخواستم ازش استفاده بکنم و اولین باریه که فکرم دارم در موردش حرف میزنم، ولی توی این فضای زن ستیزانه میگن بابا خب ببین کمدی اصلا با مردا شکل میگیری، که اتفاقا کار خانوما خیلی سخته، خیلی چون مثلا آقایون توی فیلمای کمدی یا جدی خیلی کلمات ادبیاتی میتونن استفاده کنن، خیلی کارا بکنن که حتی الان به جای ما رسیدیم که برای اینکه فیلم مثلا مردمو بخندونیم دو تا آقا با هم میرقصن. بله ولی خانوما اون، و اگر تو بتونی به عنوان مثلا خانوم کمدی بازی بکنی یعنی شق القمر کردی واقعا. یعنی همه ما خانوما مثلا من تو فیلم‌های اجتماعی آره گریه بلدم، احساساتی شدن، داد زدن یا همه کارهای دیگه که میشه انجام داد، ولی خندوندن سخت‌تره. خندوندن به خصوص الان. و نه من منظورم این نیست که مثلا متاسفانه میدونین چیه، اسم فیلم کمدی یا سریال کمدی که میاد خود شماها منتقدین گارد دارین. بله گاردی دارین. آقا فیلم کمدی قراره بخندونه، قرار نیست مثلا در مورد یه موضوع مهم اجتماعی بحث کنه، کار کردش اینه که در درجه اول بخندونه. و سریع برچسب سخیف، سخیف رو کی تعیین کرده؟ مرزهای ابتذال و سخیف بودن یا هر چیز دیگر رو. و شما میدونید همه فیلم های کمدی معروف جهان یه بخشش مهمیش بخش اروتیک بودنشه، و ما سریع میگیم آه ابتذال سخیف، کی این مرزها رو کی گذاشته؟ کی تعیین کرده؟ فیلم کمدی قراره بخندونه. میخواین در مورد فلسفه بدونید، برید فیلم های مثلا آقای نولان رو ببینید، یا برید کتاب های مثلا فیلسوف های مهم رو بخونید. وقت ندارید پس بی خودی انگشت نگیرید. آه شما فیلم های تجاری بازی کردید، معلومه که مهمه تجارت توی سینما، معلومه که اون فیلم حتی اجتماعی باید پولش رو در بیاره، وگرنه اون سرمایه گذاره میره یه جای دیگه خیلی راحت تر پول در میاره.
اما حتما نه به هر قیمتی، حتما نه اینکه مثلا یک تا ناصر، نه مثلا فکر کنید من یه سوپر استاری ام، خیلی سلبریتی ام، خیلی معروفم و اینا، مثلا بیان به من یه نقشی بدن که مثلا یه دختر 18 ساله رو قرار بازی بکنم، که اتفاقا من چون از 17 سالگی بازیگر بودم خیلی درگیر سن دیگه نیستم، چون وقتی جوان بودم اندازه کافی حداقل حسرتم برآورده شده. ولی وقتی این کارو میکنه به اون بعد بگین که چرا، اصلا من فکر من که خودم این کارو سعی میکنم نکنم، ولی به اون آدم کارگردانه، به اون تهیه کننده بگین آقا این ببخشید نمیفهمید، تو اصلا چرا اینو گذاشتی؟ بچه‌ها بازیگر قبول میکنه همچین چیزی رو؟ حالا وقتی میدونه باش تناسب نداره، حالا بازیگر شاید لازم داشته. شما میگید که کارگردان ها تهیه کننده ها هر کدوم در یک مدار کوچیک بسته اطراف خودشون انتخاب میکنن و قطعاً بر اساس مصلحت های فیلمنامه نیست، بر اساس بالا روابط و انتخاب های نزدیکتر کجایی که بشه. من میگم از این جهت هم حق میدم، چون همه ما داریم سعی میکنیم اون حاشیه امنمون رو نگه داریم، چون حوصله چالش با یه آدم جدید رو نداریم. شما چه اینطوری نگاه میکنیم؟ ببخشید منظوری نداشتم. میدونین حتی اگه خود آدمم بخواد دروغ بگه چشماشون رو لو میده، ولی مثل اینکه من در مورد شما اشتباه کردم. من فقط دارم ادا در میارم رستاه سوالش عوض بشه، فکر کردم شما حداقل منو میشناسین. بابا این یه لکه قرمز مثل این لکه آبی. من اصلا فکر نمیکردم تو اینقدر بیجم به با بیظرفیت باشی، وگرنه با ما نمیذاشتم اینجا. من ساده رو بگو، میگه میخوام برم دنبال کار خیر. دنبال کار خیر؟ کار خیرت این بود پس؟ آره واسه همک داری دنبال کسافت کاری. من قراره با شرکتی کار کنم که شوهر شما مدیرشه. میخوام یه پروژه بزرگ رو با هم دیگه انجام بدیم. باید با هم دیگه بریم بیایم حرف بزنیم، جلسه بذاریم، گپ بزنیم، مثل همه کارهای قبلی. تو همه اون کارهای قبلی با یه دستگل سراغ همسرشو میرفتیم؟ نه نه، چون مدیرای شرکت قبلی توی زندگیشون چیزی کم نداشتن، کمبود عاطفی نداشتن، توی اولین برخورد میل به صمیمیت نداشتن. وایسین ببینم شما تو خونه من چی کار میکنی؟ هیچی. یعنی چی؟ من اومدم این داشت میمرد، آبشو عوض کردم. شما اگه بهش سر بزنین تکون میخوره، شنا میکنه، ممکنه زنده بمونه. ولی مشه سیوان که همش چپق میکشی. مترسکم. سیگار برای مترسک؟ برای درست کردن ابرا، میفهمی؟ اینو چرا میل کردی به لیلا؟ من؟ برو بابا تو هم. من اصلا یه همچین چیزی نداشتم که بخوام برای کسی بفرستم. داری با زندگی من بازی میکنی سمیرا. ببین کی داره این حرفو میزنه. الان پسر کاکورزنی تو فریزر بانک منتظره. بابا من و تو دخترزاییم، باور نمیکنی؟ برو تو اتاقو نه. این خود شما اگر اینقدر نقشای قابل دفاع تو کارنامه‌تون نداشتید، شاید متهم می‌شدید به اینکه خودتونم از یک امتیازی استفاده کردید که یک کارگردان پرکاری کنارتون بوده و یه عالم فیلم و سریال ساخته که تو هم اغلبشون هم شما محوریت میشه دارید. در مورد این چیزی بگم اتفاقا بفرمید. الان چون جاشه، چون بعد از به هر حال یک سال و اندی که من و آقای هادی جدا شدیم، من این موضوع رو سعی می‌کردم نگم. تو هر چی میگفتم مثلا احساس میکردم اصلا چقدر توضیح بدم، خسته شدم، چرا باید هی خودم رو توضیح بدم؟ بابا من بازیگر بودم از سالها پیش، از 17 سالگی، اصلا جدا از اینکه چیکار کردم یا نکردم، من اولی نقش مکمل زندگیمو توی که میخواد با طرف بزنه بازی کردم، که این جوایزی که شما میگید نصیب من شد. چرا؟ چون از من یک شمایلی وجود داشت، یک دختر مغرور سرکشه که به درد مثلا نقش هایی که میخوره که حتما از یک مثلا طبقه اجتماعی بالایی باشه و یا هر چیز دیگه. اصلا کسی به من اعتماد نمیکرد اون نقش ها رو پیشنهاد بده، و خیلی وقتا پیشنهادایی که به من میشد من اعتماد به اون کارگردان نداشتم، کما اینکه خب خیلی وقتا برام پیش اومد و فیلم بدی شد و نتیجهش هم بد بود. من با آقای هادی چند تا تلفیلم کار کرده بودم و باعث شده بود یک شناختی از من داشته باشه که جرأت کنه به من اون نقش رو پیشنهاد بده. اون فیلم یک نقش اول زن داشت و اصلا گزینش من نبودم، یعنی خانم اتفاقا آنا نعمتی تا جایی که من میدم یک سال از من بزرگتره، ولی اصلا به من اون پیشنهاد نشد. شاید حتی به لحاظ
شهرت، معروفیت یا هر چیز دیگه ای مثلا اونقدی با هم اختلاف نداشتیم در اون زمان. بله، البته کاملا معتقدم به این که خانم آنا نعمتی توی اون فیلم یکی از بهترین بازی‌هاشون رو واقعا انجام دادن، اما من حتی به این فکر نکردم که مثلا چرا این نقش رو به من نمیدی، حالا اون بهتر یا بدتره. این خصیصه شاید خیلی بدیت البته من دارم اینه که توی جاهایی که اتفاقا امکان اینو دارم که از یک آپشنایی استفاده بکنم بدتر نه تنها استفاده نمی کنم که سعی میکنم که، یعنی ازم سوء استفاده هم میشه، چون من توی موقعیت مثلا توی فیلم های آقای هادی حتی به عنوان بازیگری که یه اندازه حالا کار داره و یه لولی داره هیچ وقت اون جایگاه هم نبودم، یعنی برای اینکه شائبه این به وجود نیاد که او حالا مثلا این فلان موقعیت رو داره، دقیقا این یک بازیگری که داره کار اولش رو انجام میده به همون اندازه حتی چیزایی که واقعا حقم بود به عنوان بازیگر داشته باشم هم ازش پرهیز میکردم و اصلا اونا رو نمیخواستم، چه در مورد آفیش ها، یعنی کسایی که با من حالا در واقع توی پشت صحنه این کارا بودن حتما میدونن. این سعی میکردی امتیاز ویژه‌ای نداشته باشی؟ نه امتیاز ویژه که هیچی. آره، یعنی من توی کارایی چون مثلا خیلی به من میگن مثلا چندیم تو بد اخلاقی، نمیدونم حالا شاید بد اخلاقم باشم ولی اصولا من چون به شدت خودم آدم مسئولیت پذیریم و یکی که دائم داره کارشو درست انجام نمیده، آره بهش بد اخلاقی هم میکنم ولی نه بی ادبی هرگز. اگر هم حتی صحبتی بشه میگم که ببخشید مثلا اونجا من اینو گفتم در مورد کاریم، تو دوست خوب من هستی ولی توی این حوزه‌ای که داری انجام میدی به نظر من این شکلیه، یا حالا هر چیز دیگه. با کارگردانم همینجوری بودیم، ولی توی کارهای آقای هادی اتفاقا سعی میکردم که حتی از اون چیزها رو پرهیز بکنم، یعنی که نگن آه دیدی، چون میدونم که این خودتون هست. سالها من چه از طرف همکاران حتی به من مثلا خیلی از همکارا زنگ میزنن ما شنیدیم تو کست میکنی، یا مثلا تو اجازه ندادی که آقای هادی مثلا با ما کار بکنه، حالا چه بیشتر حالا خانم ها، در صورتی که نه تنها این نبود که من خیلی وقتا اتفاقا مثلا یه آدمی رو دوست نداشتم باش کار بکنم، حالا به هر دلیلی فکر میکردم مثلا بازیگر خوبی نیست اسم منم در کنارم بیاد، حتما پای حرفشون وای میسادن و اتفاقا برای من خوب بود، یعنی احساس میکردم ما تونستیم که این همکاری اون میخواد این انتخاب باشه، تو یا حق داری به عنوان بازیگر باش کار کنی یا کار نکنی. مثلا حتی سریال دل من خب نقشه که مثلا ساره بیات عزیز بازی کرد در واقع نقشه اول کار اون بود که البته نقشه من خب خیلی فراز و فرودهای بسیاری داشته، نقشه که خانم باید بازی کرد واقعا خیلی کار سختی بود چون خیلی چیزی نداشت، ولی من هیچ وقت نگفتم حالا مثلا این نقش رو بده من بیشتره یا مثلا اون کمتره، یا مثلا نیسان آبی رو فیلم نامه اولیهش رو برای من بامزه بود اما من دوست نداشتم بازی بکنم، حتی یکو احساس کردم به عنوان یه کارگردانی که من باش کار کردم و تو فیلمش مثلا سیمرغ گرفتم و خیلی اتفاقات خوبی افتاده، یه جوری دینم رو ادا کنم چون میدونستم که با گفتگو اینا میتونم یه چیزی ازش در بیارم. و الان من از نتیجهش اصولا من آدمی میگم پشیمونی و اینکه چرا این کارو کردی و اینا نیست، من نتیجهش راضیم و سعی کردم در اندازه‌ای که به من مربوطه تمام تلاشم بکنم. حالا اینو قبول ندارید که از لول بازیگری شما پایین تر این پیشنهاد، مثلا میتونید این محدوده رو واردش نشید بگید من دیگه نیسان آبی بازی نمی کنم مثلا، یا نه معتقدید یه سری مخاطبه هم هستن که باید با این از این پنجره وارد دنیاشون بشین؟ راستش من معتقدم به این که وقتی میخوام نقش رو انتخاب بکنم به این فکر نمی کنم که مخاطب منو دوست داره یا نه، به این فکر میکنم که من اون کاری رو که بهم محول شده اگر قرار باشه انجامش بدم سعی میکنم با داشته های فعلیم، حالا تو هر زمانی بوده از هر نظر فیزیکی، بدنی، روحی، روانی، نمیدونم هر چیزی،
بهترین چیزی که میشه انجامش بدم و انجام بدم و فکر میکنم این خیلی رو راست بودن با تماشاگره. یعنی من هیچ وقت سعی نمیکنم که به تماشاگرم باج بدم برای اینکه منو دوست داشته باشه. فکر میکنم تماشاگری که بخواد دنبال بکنه حتما حق میدم که یه سری بازی من دوست نداشته باشن، ولی دنبال این نیستم. خیلی وقتا خیلی خوب میدونم بعد چی کار بکنم که مثلا یه عده خوششون بیاد، ولی اگر که به اون نقش ارتباطی نداشته باشه قطعا انجامش نمیدم. حالا در مورد ارتباطتون با آقای هادی و رابطه کاری که در طول سالها ادامه پیدا کرد، یه بخش مهمی از کارنامه شما رو شکل داد، این گزینه رو درباره‌اش صحبت کردیم که منوچهر هادی به شما این فرصت رو داد که خارج از قالب اون شمایل مرفه دختر زیبای اشرافی تهرانی مغرور سطح بالا بیاید نقش یک زن از طبقه فروده است، یک زن سختی کشیده خرد و خمیر شده خاکستری رو بازی کنید. و خب این یه فضایی بود که کارگردان براتون فراهم کرد، پاس گلی بود که شما باشه گل 3 امتیازی زدید، درسته؟ بعد از اونم توی دو سه تا از فیلم‌های مهم این کارگردان خب می‌بینیم که شما بازیگر اصلی شید و فیلم رو مال خود می‌کنید. پس اتفاق خوبیه این همراهی و از جهتی بله مثبت. از جهتی نه که صرفاً کسی همسر کسی باشه، چون توی خیلی از فضاهای فیلم‌های مختلف می‌بینیم که به هر حال یه کارگردانی با یه بازیگری جدا اینکه اصلا نسبتی داشته باشه به هیچ عنوان کار می‌کنه و همواره مثلا ترجیح میده که اون آدمه باشه، چه از پشت دوربین که حالا ممکنه خیلی بی اطلاع باشن، چه در جلوی دوربین، برای اینکه خب شناخت بیشتری ازش داره. مثلا اگه با یه بازیگر جدیدی قراره چندین جلسه سر و کله بزنه و ما میدونیم که برای به خاطر شرایط اقتصادی سینما در حال حاضر فعلا نمیشه پیش تولیدهای خیلی عظیمی داشت، ترجیح میده با یه بازیگری کار کنه که تواناییش و شناخت بهتری ازش داره و اون بازیگر هم تا یه حدودی حرفش رو خیلی زودتر و درستتر متوجه میشه. حتما مثلا من به عنوان یک بازیگری که با آقای هادی کار کرده بودم با هم سابقه همکاری زیادی داشتیم جدا از مسائل شخصی و هر چیز دیگه ای، اون میدونست که مثلا توی فلان سکانسی که یک تا مثلا اینو بازی قرار بکنه برداشت اولش بهتر از هم است، زیاد باش سرکله نزنه، این میتونه با هر کارگردان دیگه ای که من باش پشت سر هم کار بکنم هم پیش بیاد. و از اونجایی که وقتی یه کارگردان تصمیم میگیره یک فیلمی رو بسازه یا سریال یا هر چیز دیگه ای، خب طبیعتاً از بقیه بازیگر زودتر داخلش هست و من خواسته یا ناخواسته توی روال تولید اون فیلم و فیلم نامش قرار میگرفتم. مثلا زندگی جای دیگریست و وقتی داشتن فیلم نامش رو مینوشتن، خب من بدون اینکه بخوام بودم نظر میدادم یا مثلا 5-6 ماه وقت داشتم که اون نقشه رو بهش فکر کنم، اگه کنسری هست بدم، نه اینکه حتما قبول میشد، میتونستم راجبش فکر کنم خیلی زیاد. خیلی مهمه، خب خیلی مهمه گذشته آره. با نقش داشته باشه بازیگر. و خب قاعدتا اگر که یک شرایطی فراهم باشه با یک کارگردان دیگه ای من کار کرده باشم یا اینجوری از قبل مثلا در جریان خیلی چیزا باشم، خب خیلی مسیر رو طی کردم. مثلا دیدین توی سریالا بعضی وقتا بازیگرا رو می‌بینیم این قسمت‌های اول خوب نیستن، بهم میگه نه خوب شد. آره بله. این جا افتادگی محصول اینه که خب مدت بیشتری زبان زمان برده و آره بله. توی حالا فیلم‌های آقای هادی من این زمانه رو بدون اینکه بخوام قبل اینکه جلوی دوربین رفته باشم طی می‌کردم به شکل شاید ناخواسته و فکر می‌کردم خیلی بهش زیاد راجب چیزایی که آره موفق بود دیگه. مثلا بله. زندگی جای دیگری است و اینا واقعا فیلمای شاخصی هستن. حالا خود فیلم یه طرف ولی علاوه بر بازیگری شما واقعا به نظر ولی منو کاندید نکرد. ولی شما رو کاندید نکرد. این سوال عجیبیه واقعا. البته از این عجایب زیاد داریم توی تاریخ. آها یه چیز خیلی مهمی، اولین باری که سرخورده نشدم زمان اتفاقا یکی میخواد با حرف بزنه بود، چون من اون فیلمو بازی میکردم اصلا به این فکر نمیکردم که من میخوام جایزه بگیرم. اونم اینقدر بلا منازع. اولین باری که در واقع فیلم توی کاخ جشنواره، کاخه واقعا حالا دیگه نمیدونم میگن کاخ برج جشنواره، رفتیم آره فیلمو ببینیم، من تازه اون موقع گفتم یک تا این چه کاری بود با خودت کردی، با لهجه رفتی حرف زدی، اصلا الان بخندن بهت از کدوم در میخوای در بری.
واقعا داشتم سکته میکردم به تمام من. آره یعنی دیدم چقدر دیر یادت افتاد، کاش اصلا این کارو با خودت نمیکردی، اصلا الان میخندن به تو، اصلا کرمانی که مثلا ندارید حتی دور و برت، این چه کاری بود؟ چون اولین چیزی که وقتی لهجه داری به چشم میاد میگن این مثلا بعد حرف زدی و اینا، بعد اونم با این حال اینا، الان اینجا همه هوت میکنن از سینما میری بیرون، میرن بیرون، تو هم کارت رو اولین بار تو همون جشنواره بله. دیده بودین رو پرده خب بله. چه استرسی رو تحمل کردی؟ و وقتی که اومدیم برای مصاحبه بعد از فیلم، من حتی یادمه که آب معدنی رو میخواستم بریزم توی لیوان، انقدر میلرزیدم نمیتونستم این کار رو انجام بدم، یعنی مجبور شدم مثلا لیوان رو ببرم پایین که این لرزش دست من دیده نشه، چون گفتم الان دیدین که همکاراتون رو میشناسین دیگه، گفتم الان که با هر ادبیاتی شروع کنم با تو حرف زدن و تو فقط میتونی بری زیر میز بگی ببخشید من غلط کردم. ولی نتیجه دقیقا وارونه بود و همه حیرت کردن. اتفاقا یک دلیلش هم همین بود که همه متوجه شدن که چه ریسک بزرگی رو شما به جون خریدین و چه پروسه‌ای رو طی کردید که اون لهجه کرمانی و اون زن ویژه رو بازی کنید. این خیلی سری درک شد با اولین پلان هایی که شما رو میبینیم. من خودم ولی آخه بعد وقتی فهمیدم دارم ریسک میکنم، چون وقتی بهم پیشنهاد شد فکر نکردم دارم ریسک میکنم، چون من واقعا از اون بازیگرام که مثلا بهم بگن برو از طبق سوم بپر پایین، میگم وقتی گفته حتما من میتونم دیگه، میرم بپرم پایین، بعد که مثلا میپرم میگم وای فرداش یکی تا این چه کاری بود با خودت کردی، حالا اون آدم اینو گفت، تو چرا انجام دادی، چرا فکر کردی که هر چی بهت میگن بعد بری اینقدر جسورانه انجامش بدی. و میگم برای من اون موقع، اگر که شاید الان مثلا بفهمم دانش اینو داشته باشم که دارم ریسک میکنم، اون موقع فکر نمیکنم دارم ریسک میکنم، گفتم خوبه دیگه، یه نقشی دیگه متفاوته و من خودم شاکیم از این. منفی این همراهی چی بوده؟ این بود که خب به هر حال میدونید توی این هم بوده که به شما نقش ندن، خیلی الان اشخاصی هستن که حالا به هر حال میبینمشون باشون صحبت میکنم به هر دلیلی، از مثلا سبک کارگردانی یا روش کارگردانی آقای هادی ناراضیان، طبعا هم خب هر کسی میدونه منتقدای خودشو داشته باشه، خیلی وقتا اصلا درست ممکنه اون طرز تفکر حتی منم صحه بذارم روش، کمی اما شما خیلی جاها تو اوج انتقادها دفاع کردید. من همیشه از کارهایی که بازی میکنم اون بخشیش که واقعا قابل دفاعه، نه از کار کارگردان دفاع کردی، بله. از خود پروژه دفاع کردی، از خود پروژه هم دفاع میکنم بله. چون یه وقتی هست مثلا شما میگید که سریال دل طولانی بوده خیلی فلان، اینا رو من میپذیرم، اما یه بخشایشو که فکر میکنم ممکن نظرم اشتباه باشه، اما شخصا فکر میکنم اون ایراد نیست. من هیچ وقت توی جریان چیزی قرار نمیگیرم مثلا بگم دل بده، هم بیام بگم بله منم نمیدونستم این شکلیه، به هر حال کار کارگردان داره، نه کار کارگردان داره، ولی تو هم بازیگرش بودی و تو تصمیم گرفتی تو اون کار باشی، از کل کار دفاع نکن، بگو نه این کار مثلا شاخصه فاخره یا هر چیز دیگه. اون بخشی که به خودت مربوط بوده وقتی بازیت غلطه تو میتونستی، چون من میدیدم خیلی وقتا من میام به کارگردان به عنوان بازیگر دیگه، بازیگر با سابقه، میام میگم آقا این به این دلیل درست نیست، اگه کارگردان گفت نه، بعد که میشینم اینجا سرم میگیرم بالا میگم من این نکته رو گفتم، کارگردان قبول نکرد، نتیجهش هم بد شد. اما اگر که این کار نکرده باشم دیگه حق ندارم بگم بله دیگه به هر حال کارگردان این شکلی دوست داشت. خرج خودتون رو جدا نمی‌کنید در مواقعی که حالا چیزایی که به من ربط داره، اینکه مثلا کار طولانی بوده، نقاط ضعفش و اینا رو حتما دیگه من بعد از این همه سال کار کردن به عنوان مخاطب، آره به عنوان مخاطب دیگه میتونم بفهمم، از اونجا هرگز دفاع نمی‌کنم، ولی به عنوان یه آدمی که انتخاب کردم یه نقش رو بازی بکنم، از محدوده خودم که میتونم در موردش نظر بدم و بهم ربط داره، هیچ وقت نمیتونم بگم خودم منفعت کنم بگم نه دیگه کارگردان به من گفت اینجوری بازی کن، خب کارگردان گفت تو چرا حرف نزدی؟ بله. و اینکه این وجه منفی آیا اینطور بوده که مثلا این تصور ایجاد شده که خب شما خودتون یک جور کمپانی دارین دیگه، بله، قشنگ کار میکنین و کست میکنی و من نمیدونم، در شاید که در مورد خیلی از دوستان دیگه شاید صدق بکنه و اتفاقا خیلی خوبه کمک بگیره، ولی من در مورد
آقای هادی به شدت نه تنها تکذیب میکنم، بلکه مطمئنم خیلی جاها مثلا نظرم رو گفتم و حتی شاید درست نبوده نظرم، حالا به یه دلایلی ایشون یه انتخابای دیگه ای داشتن که خب انجام شده و الان من نمیتونم در موردش حرف بزنم چون ممکنه که برای بعضی از دوستان سوء تفاهم به وجود همین حدود 8 صبح هم جزء اون فیلم های مثل زندگی جای دیگری است و یکی میخواد باهات حرف بزنه و اینا تو ردیف کارهای فرازهای بهتره به نظرم. جدن بهتره برای اینکه هم من با تجربه ترم، هم آقای هادی با تجربه تر بوده به عنوان کارگردان. از یه جهاتی ممکنه سلیقه مثلا یه مخاطبی یک فرم دیگه ای باشه، کما اینکه تو کمدی هم مثلا خیلی ها، مثلا من خودم رحمان 1400 دوست دارم، خیلی ها میگن ما آینه بغل بیشتر دوست داریم تو کار کمدی. این دیگه خب یه بخشش سلیقه ایه. برای من جالب بود که گفتید درباره رحمان که خیلی روی نقش کار کرده بودید و جدی بوده براتون، زحمت کشیدید و حاصل کارتون مثلا دیده نشد و اینا، چون آدم فکر می‌کنه مثلا تو این کارهای کمدی حالا سوپر استارا خیلی وقتا میان پولشون هم میگیرن، پول خوبی هم میگیرن، خودشون هم میدونن که فیلم قرار نیست که خیلی علاوه انتقادی موفق باشه، یه بازی میکنن و یه به قول معروف بشکن و بالا میندازن و تمام. ولی این که شما میگید من اون ریاضتی رو که مثلا حالا روی فیلم یکی میخواد باهات حرف بزنی کشیدم، معادلش رو توی رحمان 1400 هم داشتم، برای من جالبه. معادلش نه، در چارچوب اون نقش. میدونین بعضی نقشا خب زحمت بیشتری رو اساسا در متن قصه میطلبه. مثلا توی رحمان 1400 توی تابستون ما فیلم برداری میکردیم و من خودم پیشنهاد دادم وقتی یک خانومی مثلا 4 تا بچه داره، خب مثل من ممکنه اینقدر لاغر و اینا نباشه، من یه لباسی پر از ابر میپوشیدم که در واقع بیشتر به اون نقشه نبود. تو تابستون خب حتما و یه دونه خیلی سخته بله. پروک سرم بود با چسب و اینا و یک روز تمام مثلا توی اون سکانسی که وان مرغا که بعدن خیلی وایرال شده دیده شد، من یک روز تمام توی وانی پر از مرغی که کیسه باز شده، یعنی تا مدت ها من مرغ نمیتونستم بخورم چون تمام وجودم اون لزجی چندش آورد. تجربه سختی. یک روز از صبح تا غروب، چون میدونستم نمیتونم اگه بیام بیرون دیگه نمیتونم دوباره برم تو و همون شکلی، حتی نمیدونستم که مثلا این چسبی که پروک داره با فقط الکل 100% میره. همینجوری رفتم و موهای جلوی سرم وقتی میخواستم دوش بگیرم تمامشو کندم چون با اون چسب نمیرفت و بوی مرغ به هم میخورد، حالت تهوع بعدی به هم دست میداد. همون پس جدی بوده قضیه. من میگم یه وقتی فکر میکنیم تو این فیلمات قشنگ سرهمبندی شده، سرهمبندی و در واقع باسمه خودتون رو چاق و لاغر میکنید، تمرین میکنید، سر صحنه میرید، از لحاظ فیزیکی مثل یه تئاتر جدی رنج میکشید. این برای من خیلی سخت‌تره اتفاقا. خب خوبه. تو 8 صبح ما یه سکانسی میگرفتیم، سکانس دادگاهه که اصلا کسی که فیلمو دیده باشه کاملا متوجه میشه. من به خاطر اینکه اون سکانس دادگاه درست انجام بشه، من چند روز همون غذای کمی که توی اون فیلم میخوردم هم دیگه نخوردم و 2 شب بیدار موندم. یا تو فیلم یکی میخواد باهات حرف بزنه 2 شب عمدن بیدار موندی؟ بله، برای اینکه صورتتون خسته بشه. آره. یا توی یکی میخواد باهات حرف بزنه، اولین سکانسی که از من میگرفتن روبروی آقای شهاب حسینی بازی میکردم، من شب تا صبح نخوابیدم که خب یه بخششو حتما گریم کمک خواهد کرد، اما یک چیزهایی هست هر چقدر تو مثلا چشم خسته رو اون در واقع توی چشمو که دیگه بله. نمیتونی کاری بکنی به عنوان گیریم، اون مربوط به منه. و مثلا توی یکی از سخت‌ترین نقشایی که بازی کردم تو همین تئاتر اخیرم بود، نویسنده مرده است، با آقای شرفی، و من خیلی اونجا به خودم آسیب زدم علاوه فیزیکی همه چی. بعد از شب طلایی بود این تئاتر، بعد از جشنواره، بعد یک سال من بعد فیلم حدود 8 صبح دیگه کار نکردم تا این تئاتر، یعنی یک سال باز کار نکردم. از همون وقفه‌ای که چند باری هم داشتی تو کارنامه. آره، و وقتی این تئاتر من پیشنهاد شد که خیلی دوستش دارم و داشتم، احساس کردم به عنوان بازیگر که یک سال کار نکرده اونجا جایی برای من فراهمه که بتونم دوباره خودم مثلا مثل اردو. اینم جالبه، در بازم در یک نقطه تثبیت در شرایطی که حالا چند تا فیلم و سریال اون موقع داشتید، میرید یه تئاتر
سخت خارج از جریان اصلی حتی تئاتر رو تجربه میکنید. خیلی دوستش داشتم. آره این خیلی خوبه، این نشون میده که پس دنبال این هستید که خودتون رو محک بزنید، دنبال تجربه های متفاوت هستید و خیلی از دوستان شما، همرده های شما میگن که عاشق تئاتریم، دلمون میخواد ولی واقعا وقت نمیکنیم از این پروژه الان نمیشه، بذار یه ذره سنم رفت بالا حالا میرم چند تا. ولی اینکه شما در اوج این کاری کردید به نظرم خیلی قابل احترام. من اتفاقا تئاتر خیلی برام قضیه سینما، خب حرفم هم هست، مجبورم از یه جای انتخاب بکنم، ولی در مورد تئاتر خیلی یعنی کاملا دیگه سعی میکنم هنری انتخاب بکنم، نه اینکه نتیجهش فارغ از نتیجهش چقدر خوب باشه، ولی وقتی این کار بهم پیشنهاد شد با همه وجودم عاشقش بودم و احساس میکردم اون موقع داشتم فکر میکردم که لذت حضور در یک کاری که واقعا احساس میکنی قرار هنرتو نشون بدی توش وجود داره. منتها خوبیش اینه که توی تئاتر وقتی تو بغض میکنی قرار نیست 800 مثلا بگن خب این پلان اون بغض رو نگهداری، هر جای دلت خواست میتونی اون بغض رو بر اساس حس صحنه یا هر چیز دیگه ای نمایش بدی، ولی تو فیلم واقعا خیلی وحشتناکه، یعنی به خصوص برای بازیگری مثل من که میگم نه عشق فلان نه اینا، به شدت ویران میکنه آدمو. از شب طلایی یوسف حاتمی کیان بگید که فیلم موفقی بود در سالی که نمایش جشنواره‌ای داشت، به خصوص سالا بازی شما خیلی دیده شد و با اینکه سال کرونا بود و به هر حال خیلی شرایط متفاوت بود، ولی از این تجربه های اخیرم بگین چون به هر حال سینما همیشه یه استانداردهای متفاوتی داره دیگه، هر چقدر ما میگیم پلتفرم، شبکه خانگی، آزادی بیشتری که این روزا به هر حال نسبی البته در پلتفرم وجود داره، ولی بازم سینما به خصوص شما که بازیگر تربیت شده دوران نگاتیو و عادت داریم به کار 35 و برداشتای محدود و اینا، فکر کنم هنوز براتون شب طلایی رو انضباط مونده آره باشه. خیلی اصلا به شکل ناخودآگاه که حتما مونده و من اصولا توی خانواده بزرگ شدم چون پدر من افسر ارتش بودن که بازنشست شدن، اصلا آدم خیلی مهربونی هستن، اصلا سختگیر یعنی دیکتاتور مسلک ابدا نیستن، ولی خب به هر حال اون سیستم نظاممندی رو سر ساعت و رفت و آمد و اینا رو ما خیلی بهش معتقدیم. راستش من شب طلایی فیلم نامه رو که خوندم خوشم اومد، ولی به آقای یوسف حاتمی کیان زنگ زدم گفتم ببین من تو این فیلم رو بسازی میام نگاه میکنم، ولی واقعا این نقش اشتباه داری میکنی، به من داری پیشنهاد میدی، چون تو بعد سن منو ببری بالا من مشکلی باش ندارم، اما تو جنس فیلمت به نظر میاد که اون موقع باشون کار نکرده بودم، اما متوجه شدم که میخوان این کار خیلی مستندگونه و رئاله، بذار تماشا چی تا یه رو به اول درگیر این نباشه که یک تناسر مثلا چجوری چه خطی اضافه شد لنز گذاشته این شکلی را، گفتن که نه تو به من چیز کن اعتماد کن بیا تست گیریم، گفتم باشه من میام تست گیریم ولی اجازه بدین اگر که نشد این حق رو من بدین که بازی نکنم. این کار کردن و گفتن خیلی خوب شده و واقعا هم بیرون نزده. آره به خاطر جنس نقاب های ایشون بود. آه. چون هیچ وقت دوربین خیلی به من نزدیک نشد. بله اصلا کلا فیلم پرجمعیتیه. بله. و ولی من همچنان معتقد بودم و تستگیری من بودم گفتم نه من خوشم نیومده، با اینکه مثلا کار گریمش خوبه ولی من احساس میکنم از فیلم تو میزنه بیرون، میتونی یه انتخاب درستری داشته باشی. که گفتن نه حالا این، ولی از اونجایی که من خیلی دوست داشتم با کارگردان فیلم اولی و جوان کار کنم که خیلی خیلی هاشون واقعا تجربه خوبیه برام، کما اینکه توی فیلم آقای دوماری اخیرا این تجربه رو داشتم. کدوم فیلم الان در کوکتل مولوتوف در دست ساخته؟ بله تقریبا تموم شده. تموم شده. حالا حداقل سلیقه‌شون خیلی به من نزدیک. اونجا چه نقشی دارید؟ نه حالا یه جوری که بشه بدون لو دادن قصه. خیلی بامزه است آخر، چون کار مال اواخر در واقع دوران قبل از انقلاب ماه چند ماه آخرشه و یک رقاص مثلا کاباره‌ای بوده. چجوری نمایشش دادی؟ نه خب چون ما قسمت رقصشون خب بذارید. ولی بر خود من خیلی تجربه جالبی بود چون همین کلمه رو من الان گفتم، طبیعتاً یک مدل بازی به ذهن همه میاد ولی من
یه کار دیگه کردی. کاملا یه کار دیگه کردم و خیلی خوشحالم که آقای دوماری هم نظرشون با من یکی بود و همشون همواره بهشون میگفتم که من حتی این یک تا ناصر این شکلی هم نمیخوام باشم، خیلی اصلا یه جور دیگه است. یه جور دیگه. دیگه یه ذره آبرو برام جلو کسی نمونده، همه منو مقصر میدونن. البته بر تو که این چیزا اصلا مهم نیست. اگه قراره اینجا بشینی یه در به این غور بزنی، برو یه جای دیگه رگباری بزن. غور میزنم؟ جای دلداری دادن اتهامت؟ اما تقصیر توئه دیگه. اصرار نمیکردی این شمشو اینجا بیارم، این اتفاق نمیافتاد. دهنت هم میبستی، فک و فامیلت خبردار نمیشد. تو بی اجازه برداشتی پول فامیل منو، رفتی شمش خریدی، بعد زبونت هم درازه؟ خیلی پررویی وقیحی. من هر کاری کردم واسه خاطر تو کردم. بله باز شروع شد. به خاطر تو و بچه‌ها از درسم، زندگیم، از همه چیم زدم. نمیزدی؟ نمیدونم از کوفتم زدم، زهرمارم زد. کی گفت بزنی؟ نگامو میکنم. با همه تجربه هایی که کردید، از این به بعد قرار مسیرتون فرق کنه با اونچه که تا الان طی کردید؟ نه. خودتون رو در جای درستی میبینید؟ جای مناسب؟ چرا؟ کی چی کجا جای درستشه؟ نه که بگم جای خیلی بهتر یا هر چیزی، ولی معتقدم که شاید من اصلا استحقاقم حتی جای پایین تری باشه، نمیدونم، ولی کاملا به این واقفم و مطمئنم که هیچ کسی هیچ جای درستش نیست. منم از این قاعده مستثنا نیستم. ولی کاملا با این قضیه کنار اومدم که اصلا دیگه دنبال این نیستم که با یک کاری سکوهای موفقیت رو خیلی طی کنم، مثلا بگم من دارم به اسکار فکر کنم، دارم به برلین فکر، نه اصلا ترجیح میدم فکر نکنم. به بداهه زندگی کنی؟ ترجیح میدم بداهه زندگی اصلا به نظر من ما آپشن دیگه غیر از این نداریم. مثلا کرونا رو کی منتظر بود؟ وقتی خیلی فکر کنی پلان بچینی، چون زندگی حداقل تجربه شخصی من بهم ثابت کرده هر وقت پلان چیدم نه تنها خوب نبوده، با اینکه به شدت آدم منطقی تو خیلی لحاظ هستم، به شدت محتادم، ولی دیدم که اتفاقا وقتایی که الکی یه کاری کردم خیلی نتیجه میگم، مثلا یکی میخواد باهات حرف بزنه، یا مثلا همین فیلم آقای حاتمی کیا که آقای فراستی، من نمیدونم یه بار توی برنامه گفتن، نمیدونم دقیقاً توهینه یا تعریفه، چون گفتن یه حتی یکتا ناصرم تو این فیلم خوبه. یعنی من ترجیح میدادم بگن یکتا ناصر تو این فیلم خیلی بده، ولی نگن حتی یکتا ناصر. حالا ایشون که لحن ادبیات خاص خودشو داره، ولی انقدر خندیدم، ولی خیلی ممنونم چون شب بسیار خوبی رو بر من ساختن. انقدر خندیدم بعد از این قضیه یاد میکردم که بچه من حتی من تو این فیلم خوبم. ببینید چه فیلمیه که من تونستم توش خوب باشم. نه اتفاقا به نظر من، چون همون بحثی که در مورد نقاط اوج کارنامتون دارم، جزء نمونه های خیلی خوب بازیگری اصلا سینمای بعد از انقلاب به نظر من، و میشه دربارش خیلی صحبت کرد، این وصله ها به شما نمیچسبه. اما به عنوان بازیگری که از لحاظ حسی آمیخته میشه با نقش، تا حالا برای این رفت و برگشت دچار مشکل شدی؟ نقش هاتون روتون تاثیر گذاشتن به شدت؟ الان چیزی رو با خودتون حمل میکنید از شخصیت های قبلی؟ یعنی آره حتما، من اگر بازیگر نمی شدم فکر کنم اتفاقا خیلی آدم منطقی میتونستم باشم توی زندگی، و به شدت هم سعی داشتم از خود یکتام حمایت بکنم. ولی مگه میشه حتی به شکل روزمره فرای اینکه ما جلو دوربین باشیم، خیلی وقتا خیلی از کارهایی که خیلی همون میکنیم تبدیل به یک خصیصه میشه برامون اصلا. با وجود اینکه من خیلی سعی دارم محافظت بکنم، اما شاید جنبه بیرونیش خیلی مشخص نباشه، اما میدونم که چقدر بابت هر نقشی که بازی کردم چقدر زخم روی روح و روان و بدنمه. اما
جذاب برام بازیگری. همواره فکر میکنم تنها چیزی که باعث میشه که منو توی یک خلسه‌ای ببره در زندگی فارغ از همه جهان و باهاش کیف بکنم همچنان بازیگریه. خیلی ممنونم از همراهیتون و از اینکه وقتتون رو به فیلم امروز دادید. امیدوارم همیشه در مسیری که طی میکنید موفق باشید، کما اینکه تا الان موفق بودید و لذت بردیم از بازی هاتون و از حضورتون در سینما. منم ممنونم از فرصتی که من دادید و ممنون از شما که همراه فیلم امروز بودید با یک گفتگوی دیگه. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم بتونیم میزبان شایسته شما باشیم. خدا نگهدار. به من که چشمام رو بستم نمیتونی چیزی رو عالی کنی، شونه من خسته ترم زونیه که روش بخوای باغز تو خالی کنی. نگو فقط چند قدم فاصله است احساس من به آخرش رسیده، حتی همین چند قدم هم زیاده برای من که نفسم بریده، برای من که نفسم بریده.